این ویدیو جنگ و رقابت بین سرویس های تاکسی آنلاینه اسنپ یا تپسی تو تمام بخش مقایسش میکنیم شما از کدوم استفاده میکنید این ویدیو رو تا آخر ببینید شاید عوضش کردید سلام به موبکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه بریم سراغ یه رقابت و مقایسه بین دو تا سرویس تاکسی آنلاین که یکیش اسنپ یکیش تپسی در مورد قیمتش اینکه کجا بهتر پیدا میشه کدوم بیشتر پیدا میشه راننده کدوم بیشتر داره امکانات کدوم خفندتره. در مجموع کدوم بهتره و کلی چیزای دیگه قرار رو صحبت کنیم پس همین الان ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بنویسید که شما اسنپ طرف یا تپسی بریم سراغ بخش اول اگه یادتون باشه من یادمه نمیدونم شما یادتون هست یا نه یه زمان همه با آژانس این اینور اونور کلا یه سری آژانس و تاکسی تلفنی بود که مثلا تو هر محله سه چهار تا آژانس بود همیشه هم سه چهار تا ماشین جلوش بود پشت این آژانسا یه جا بود که راننده ها میشستن هم یه نفر معمولا پشت میز با یه دفترچه خیلی قطوری که کد اشتراک داشت تلفنش هی زنگ میخورد و مثلا میگو عباس آقا برو مثلا فلان جان مثلا آقا داوود برو شما اینجا نوبت کی بود الان شما برو خانوم ببخشید الان راننده نداریم از این اتفاقا میافتاد بعدش که دیگه اسنپ اومد کلا یه جنگ و دعوایی همون اول بود که آژانس‌ها رفتن شکایت کردن آقا این چیه بازار ما داره کساد کس میشه و فلان در مجموع تقریبا میشه گفتش 90 درصد آژانس‌های سنتی قبلی دیگه الان بعد از گذشت 7 سال از ظهور اسنپ و تپسی تموم شدن دیگه یعنی یه بیزینس با آنلاین شدن قضیه سوخت حالا به نظر شما چه بیزینس دیگه ای با آنلاین شدن میسوزه تو کامنت ها بنویسید اول از همه بریم سراغ قیمت اسنپ تپسی تو بحث قیمت خیلی نمیشه اختلافی و بینشون قائل شد یعنی چی یعنی تو یه سری از جاها اسنپ گرونتره تو یه سری از جاها تپسی گرونتره تو بقیه مثلا تو عرفش یه اختلاف سه چهار دارن که خیلی نمیشه گفتش که مثلا اسنپ برنده است یا تپسی برنده است کلا نمیشه اینجوری گفت ولی موقعی که خدای نکرده بارون بیاد یا پیک ترافیک بشه یا نمیدونم اتفاقی بیفته افزایش قیمتی که اسنپ داره به نسبت تپسی بیشتره یعنی موقعی که شرایط جوی آب و هوا خرابه یا ترافیک زیاده و اینها اسنپ بیشتر افزایش قیمت داره تا تپسی این یه نکته است یه نکته ترفند ریزی هم اینجا بهتون بگم اگر میخواد مثلا اسنپ یا تپسی بگیرید مستقل از هر کدومش واسه اینکه قیمت کمتر بیفته همیشه طبق تجربه من شما موقعی که میخوای از اینجا اسنپ بگیری به یه مقصدی من حس میکنم اینو دیتا مثلا چیز نیست درست و دقیق نیست من حس میکنم این شهرهای تهران مناطق تهران منطقه ای که مناطقش مثل مناطق مثلا یک دو سه چهار تا بیست دو نیست مثلا خود اسنپ اومده یه تعریفی کرده که آقا اینجا یه منطقه است خب بعد شما داری میزنی به اون مقصد اگر مثلا یه دو سه متر اینور اونور ترش بزنی میتونه توی قیمتش یه تاثیر مثلا 5 تومانی 10 تومانی داشته باشه توی مثلا یه 50 تومن یهو می‌بینی 5 تومن ارزونتر میفته اگر یه مثلا یه خیابون اینورتر بزنی، مثلا بقیه‌شو پیاده بری. این منطقه منطقه یه حس می‌کنم وجود داره. موقعی که خواستید استم بیا تپسی بگیرید جفتش هم اینجوریه. یه 3 4 متر اینورتر یه 10 15 متر اونورتر بزنید، شاید اختلاف قیمت پیدا بکنه بیاد پایین‌تر. رو حساب اون منطقه یه که من حدس می‌زنم. یه نکته دیگه‌ای که می‌تونه کمک بکنه هم توی سیو کردن پول هم توی سیو کردن زمان برای شما اینه که خودتون هم یه مقداری هوشمندی به خرج بدید دیگه مثلا اگر توی خیابونی هستید که یه طرفه است اون سمتش نزنید که طرف بره دور بزنه حالا مثلا بیاد از این ور یه ذره پیاده بری مثلا این ور سواشی هم اسنپر راحت تر نز... یعنی بهت میرسه همون راننده یه دعای خیری بهت میده همین که زودتر کار راه میفته خیلی سریعتر میتونی بری و کارتو انجام بدی مثلا اگر قراره که یه دور برگردونی و بره مثلا 500 متر بالاتر دور بزنه بیاد اینور خوب بزن اونور خیابون که همینجا سوار شید و بعدش هم برید یعنی این تکنیک ها هم میتونه تو قیمت هم میتونه تو وقت به شما کمک بکنه این از این قیمت رو که گفتیم اما از بحث قیمت گذشتیم بریم سراغ تعداد مسافرها و اینکه کدومشون سریعتر قبول میکنه پیشنهاد شما رو اول از همه در مورد اسنپ صحبت میکنم اسنپ سهم بازار بیشتری داره طبیعتا راننده بیشتری هم داره از اون طرف تپسی سهم بازارش از اسنپ کمتره راننده هاش هم کمترن یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که خیلی نمیشه گفتش کدوم سریعتر باز قبول میکنن این طرف اسنپ راننده های بیشتری داره ولی خب حجم درخواستش هم بیشتره این طرف تپسی راننده هاش کمتره خب درخواستش هم کمتره یه تناسبیه که مهم یه سری جا اسنپ قبول میکنه یه سری جا تپسی قبول میکنه پیشنهاد اینه که اگر خواستید یه جایی برید که عجله داشتید هر دوشو بزنید بعد یهو همزمان جفتش با هم میاد مجبور میشید که یکی رو کنسل کنید ولی در مجموع خیلی تفاوتی نداره. از ساید راننده هم به قضیه نگاه بکنیم، جفتشون طبق آخرین چیزی که به گوش من رسیده، هر کدوم از این اسنپ و تپسی 20 درصد کارمزد از راننده می گیرن. که عددش من نمیدونم اگر توی اسنپ مثلا راننده هستین تو کامنت ها بنویسید که به نظرتون معقول هست یا نه ولی اون 20 درصد کارمزدی که پورسانتی که خود اسنپ و تپسی برمیدارن از اون سمت برای راننده هم هست حالا یه سری از این دوستان ما میگفتن که اگر تو اسنپ هستی دیگه نمیتونی بیای تو تپسی ثبت نام بکنی برای راننده اگر تو تپسی هستی دیگه نمی‌تونی بیای رو اسنپ ثبت بکنی از این دعوا هم دارن ولی از نظر زمان رسیدن و قبول کردن با توجه به اینکه حجم تعداد راننده با حجم سفارش تقریبا یه ضریبه یه نسبت برابره مشخص نمیکنه بستگی به لوکیشنتون داره و شانستون البته نکته ای که اینجا سلام از پشت صحنه گفتن که به خاطر داستانه انصار طلبی و این حرفا الان دیگه هر دوشو میتونید نصب کنید همین از پشت صحنه گفتن بریم سراغ بخش بعدی بخش اپلیکیشن و رابط کاربری رابط کاربری من تو بررسی گوشیام میگم یه چیز سلیقه‌ایه ولی اگر بخواید سرچ بکنید روی مپ و مثلا محله ها رو سرچ بکنید یا اسم کافه رستوران ها رو سرچ بکنید تپسی قوی تره مپ بهتری داره تو سرچ هم میتونه بهتر باشه اما تجربه خودم تجربه کاربری اگر مثلا لوکیشن ها رو خودتون بلد باشید بخواید مثلا خودتون رو مپ انتخاب بکنید اسنپ به نظرم تجربه کاربری بهتری داره تپسی یه مقداری هم کپی برابر اصل اوبره یعنی محیطش و اون استایلش شکل اوبره اما هر کدوم از این اپلیکیشن یه سری قابلیت و امکانات دارن که میتونه جذاب باشه اسنپ که تکلیفش مشخصه یه سوپر اپلیکیشنه که همه از دکتر و دارو و قضا و پیک و وانت و بیلیت و همه چی توش هست که خب شما با نصب اپلیکیشن اسنپ به همه چی دسترسی داری که حالا مثلا اون وانته جزو ناوگان حمل و نقل میشه حسابش کرد یا مثلا پیکش و این که بتونی خودت سوار اون موتور بشی یا باکسی و مثلا محصولی رو به اون پیکه بدی این قابلیت هایی که اسنپ بهت میده و تقریبا میشه گفتش که فراگیرم هست یعنی هم راننده های وانتش زیادن هم راننده های موتوریش زیادن از اون طرف شما توی تپسی اتوپیک داری مثلا اگر دو تا کیسه برنج بخوای جابجا بکنی جا موتوری قبول نمیکنه چون سنگینه وانت هم نمیصرفه اتوپیک داره که ماشین میاد و اون بارت رو جابجا میکنه این قابلیت خوبیه موتور هم داره تپسی مقدار کم محدوده که میشه گفتشون پیک موتوریای اسنپ از تپسی بهترن یه قابلیت جذاب تو اپلیکیشن تپسی هست که اصلا ربطی به خدمات نداره دلیه اونم اینه که میتونی به راننده انعام بدی اینو اسنپ نداره که به نظرم خیلی باحاله مثلا شما یه تایمی اذیت میکنی راننده رو مثلا زیاد معطلش میذاری یا چه میدونم بهش میگی مثلا فلان کارو بکنه برات بعد میبینی مثلا طرفم انجام میده بعد میتونی بهش انعام بدی مثلا 20 تومنه هزینه ولی تو اندازه 40 تومن ازش خدمات گرفتی میتونی انعام بدی این مثلا این ها باحاله یه چیز دیگه ای هم که توی رابط کاربری و اپلیکیشن ها هست اینه که شما توی تپسی موقعی که منتظری یکی قبولت بکنه میتونی یه بازی بکنی یعنی سرت گرم میشه قبلا این نبود ولی الان اضافه شده که یه بازی باحالی داره تو اصلا نهایتش اینه که دوتا تو بوق بزنی یعنی بوق میزنی البته اینم خوبه بعضی جا کجا مثلا گوشی تو دستته و داری اسنپ منتظر اسنپی هی hey, دستتو میزنی روی این بوغه ببینی اگه صدای بوغ میاد یعنی قبول نکرده هنوز میتونی به کارهای دیگر برسی اگر صدای بوغ قطع شد یعنی گرفته پس باید بری دنبال ماشین بگردی یه سری از این اتفاقات توی رابط کاربری هم میفته که خوبی بدیاشو به نسبت هم دیگه گفتم ولی رابط کاربری در نهایت یه چیز سلیقه‌ایه بریم سراغ بحث کد تخفیف آقا آدم دوست داره حتی اگر میخواد سوار تاکسی هم بشه تخفیف بگیره هر دو این پلتفرم‌ها کد تخفیف‌ها رو به روش‌های مختلف به شما میدن yeah <laughs> اسنپ چون یه سوپر اپلیکیشن شما میتونی مثلا از کلک دیگه استفاده بکنی که اون کیف پولت شارژ بشه و مثلا بعدا از اون کیف پول استفاده بکنی ولی کاری به اون اعتبار و کیف پول اینا نداریم همون کد تخفیف رو هر دوی این پلتفرم اگر یه مدت از این سرویس ها استفاده نکنید برای اینکه برگردید و از این سرویس ها استفاده بکنید کد تخفیف میدن یه فرقی وجود داره بینشون اینه که توی اسنپ باید کد تخفیف رو بیاید دستی خودتون وارد بکنید توی تپسی کد تخفیف خودش خود به خود اعمال میشه این یه ذره راحت تره دیگه اینم از این دیگه در موردش صحبت کنیم در مورد پرداخت هم دو تا مقوله مختلف وجود داره اول اینکه شیوه پرداخت و ورود به درگاه بانکی به نظر من توی اسناب راحت تره شما توی تپسی مقداری واسه اینکه بفهمی کجا باید نحوه شیوه پرداخت رو تعیین بکنی و چجوری بری مثلا این حسابتو شارژ بکنی یه ذره مکافات داره تجربه کاربری تو را یه ذره اسناب راحت تر میتونی بدونی که آقا من الان میخوام آنلاین پرداخت بکنم خیلی راحت و شیک میری تو درگاه پرداخت این بر باید اعتبار و انتخاب بکنی و یه سری مکافات و دردسر این طرف داره که قابل مثلا خیلی چیز گنده و مهمی نیست یه قابلیت اسنپ داره اسنپ پی که میتونی اعتباری بسته به میزان استفادت از مثلا تا سقف 200 تومن تا 500 تومن اگر بیشتر باشه میشه 500 تومن هی hey, هزینه بکنی بعد آخر ماه بدی یعنی شما پول و اعتبار رو در حقیقت اسنپ جلو جلو میده تو آخر ماه تسویه میکنی این قابلیتیه که اسنپ داره میتونه خب باحال باشه دیگه شما مثلا میگی که آقا من آخر برچ حقوق میگیرم الان از این قابلیت اسنپ پی استفاده میکنم اعتباری حالا مثلا خریدام و تاکسیامو میگیرم و بعدش آخر ماه که حقوق گرفتم اینو تصفیه میکنم تا بعد دوباره واسه ماه بعدی بتونم از این اعتباری استفاده بکنم که تفسیر رو نداره اما بریم سراغ باشگاه مشتریان اسنپ و تپسی جفتشون هم یه کلابی باشگاه مشتریانی دارن که به ازای مثلا خدماتی که ازشون میگیرید امتیازی بهتون میدن که از اون امتیاز میتونید مثلا واسه کد تخفیف توی سرویس های مختلف استفاده بکنید که اسنپ بهتره دیگه چون سوپر اپلیکیشن خودش اسنپ فود داره میوه داره نون داره فلان داره بسار داره اینا رو بهتون میده و حتی مثلا اون همکاریایی که با مجموعه های دیگه هم میکنه بیشتر مثلا میتونید کد تخفیف فیلم و نما و فلان بسار از این امتیازاتون استفاده بکنید و بگیرید تو تبسی این خیلی محدودتره از نظر باشگاه مشتریان اسنپ به نظر من برند است اما بریم سراغ پشتیبانی اسنپ و تبسیق خب قاعدتا مثل هر بیزینس دیگه یه پشتیبانی دارن که از نظر اون چیزی که سوشال لیسنینگ مثلا ما میدونیم و میبینیم توی شبکه های اجتماعی و اتفاقاتی که میفته تپسی تو این قضیه یه مقدار بهتره چرا اینو میگم؟ چند وقت پیش اگه یادتون باشه یکی اه 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 یه راننده ای حالا من نمیخوام در مورد راننده و کلیتش اینو صحبت بکنم یه لپتاپی رو به سرقت برد و اون کسی که لپتاپش دزدیده شد زنگ زده پشتیبانی اسنپ اسنپ هم گفته ما هیچ همکاری نمیتونیم با شما بکنیم نه رو میدیم نه پلاکشو میدیم نه فلانشو میدیم و این بنده خدا رفته از قاضی حکم گرفته تازه بعد اون اومده مثلا این ور خب یه مقدار این پشتیبانیه باید همدلتر باشه و اتفاقات تلخی که توی از شبکه های اجتماعی میپیچه معمولا از اصلا بیشتر از تپسی یعنی تپسی تونسته بهتر جمعش کنه به هر حال هر دوی پلتفرما یه سری سیستم و اینا دارن که تقریبا مشابه دیگه یه سری رانندن یه سری مسافرن و این اتفاقات میفته ولی به نظر من پشتیبانی و اتفاقاتی که توی تپسی میفته بهتره از طرف دیگه شما تپسی رو بدون گوشی هم میتونی بگیری یعنی تو این تپسی اگر اپلیکیشنش هم نداشته باشی با یه شماره میتونی سفارش بدی دیگه شما اگر یه دونه از این گوشی ساده داشته باشی زنگ میزنی می 16 سی برات یه ماشین میفرستن و میری به همین سادگی به همین خوشمزگی این سرویس رو اسنپ نداره با نمک دیگه گوشی مثلا به درد سربازا میخوره یا سربازی اگر تو خیابون بمونه بخواد بره و یه دونه گوشی ساده داشته باشه با 16 میتونه تپسی بگیره ولی اسنپ نمیتونه بگیره یه داستان دیگه شما تاریخچه سفرها رو, رو روی هر دوی این پلتفرما میتونی ببینی خودت میتونی ببینی این تاریخچه سفرها یه بیگ عجیب غریبه یعنی هم اسنپ هم تپسی میدونه که تو امروز ساعت فلان از اینجا رفتی اینجا تا ساعت فلان اینجا بودی حالا اسنم میدونه که چه غذایی سفارش دادی خوردی بعد غذا آیا قهوت هم سفارش دادی یا ندادی کار تموم شد الان از اینجا بلند شدی رفتی اونجا اونجا کی بود کلک خونتون مگه اینجا نبود اونجا چی کار میکردی؟ اه کافه خب دیت و این بیگ دیت به نظرتون داستاندار نیست توی ایران؟ ببین به هر حال که هر اپلیکیشنی شما وقتی میسازی همه سرویس هایی که به ما ارائه میدن از گوگل و فیسبوک و این گنده هایی که تو دنیا هستن تا اسنپ و تپسی باید یه داستان امانتداری هم توشون وجود داشته باشه که امیدوارم که این بیگ دیتا داستان نشه دیروز کجا رفته اما بریم سراغ جنبندی تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم ببینیم اسنپ بهتری یا تپسی شما تو کامنت ها بنویسید نظرتون رو اما من میخوام نظر رو بگم میخوام بگم هر دو اسنپ یه سری قابلیت ها و فیچرهای جذاب داره تپسی هم همینطور ولی خب طبیعتا سهم بازاری که اسنپ داره خیلی بیشتره خیلی از آدما بیشتر با اسنپ کار میکنن تا تپسی ولی نکته ای که وجود داره انحصاره ما یه تجربه تلخ روی اسنپ فود داشتیم چقدر سرویس های سفارش آنلاین غذا بودن که همشون محو شدن به خاطر چی به خاطر انحصاری که اسنپ ایجاد کرد یا ایجاد شد ما نمیدونیم که خود اسنپ اینو ایجاد کرد یا خود به خود ایجاد شد توی بازار ولی اگر تپسی وجود نداشته باشه طبیعتا وقتی انحصار بشه روی تپ اسنپ و اون موقع احتمال اینکه خدماتش ضعیفتر بشه و اتفاقات تلقی که توی قضا و اسنپ فود افتاده توی اسنپ تاکسی هم بیفته زیاده پس تو قیمت ها تقریبا یکی هن. توی سریعتر بودن س... یعنی سریعتر رسیدن و قبول کردن راننده تقریبا یکی هن. اینا رو رو توضیح دادم تو رابط کاربری سلیقه امکانات و فیچرهای مختلفی هر کدومشون دارن که میتونن با همدیگه رقابت بکنن توی پشتیبانی ما اون چیزی که از تپسی میبینیم بهتر از اسنپ شاید مثلا اینجوری هم نباشه ولی سوشال و اون اتفاقاتی که تو شبکه اجتماعی میپیچه معمولاً تپسی بهتر از اسنپ دیگه توی مثلا پرداخت ها اتفاقات تخفیف و اینا اسنپ بهتره به خاطر سوپر اپلیکیشن بودنش توی سفارش تاکسی به صورت غیر آنلاین که همون تلفنی میشه تفسیر فیچر جذاب داره و اینا رو همه رو با هم دیگه گفتیم به نظر من کنار اینا حتی جا داره یکی دیگه هم بیاد چرا چون که اون انحصاره ایجاد نشه که در نهایت مثلا اگر اسنپ فودی هستش که تنهاه دیگه از موضع بالا با مشتری صحبت نکنه یا خدماتش رو اونجوری که فقط به سود خودش باشه نده اگر رقابت باشه تو همه زمینه ها خدماتی که مردم میگیرن بهتره چرا چون هر کسی داره رقابت میکنه که سهم بازار بیشتر بگیره به نظر من این رقابت رقابت جذابیه امیدوارم همچنان بمونه شما باز هم نظر بدید اگر شما باشید اسنپ انتخاب شماست یا تپسی طرف کدومید دمتون گرم این ویدیو هیچ اسپانسرینگی نداره فکر نکنید مثلا از هر کدومشون پول گرفتیم یا بخوایم برتریاشو به نسبت اون یکی بگیم صرفا اومدم مقایسه بکنم چون دو تا سرویس بزرگیه که خیلی از ماها در طول روز استفاده می‌کنیم دم همتون گرم که تا این آخر با ما اومدین لایک و کامنت و فر... آه یه چیز دیگه هم میخوام بگم این که آقا منی که راننده اسنپم با شمای که مسافر اسنپ هستی باید یه فرهنگی هم بین خودمون بسازیم حالا اون اسنپه و اون تپسیه خودشون سعی میکنن که از یه طرف راننده رو مثلا توجیه بکنن از یه طرف برای مسافر یه سری چیزها رو به صورت قوانین و مقررات بذارن ولی در نهایت همه ما توی دنیا توی یه جا داریم زندگی میکنیم و داریم یه چیزی رو تجربه میکنیم وضعیت گرونی هست اعصاب خوردی هست اتفاقات تلخ و خوب و نمیدونم خوشی و بدی و همه چی رو با هم دیگه داریم تجربه میکنیم یه سری از این اتفاقاتی که میفته مثل اینکه آقا مثلا سوار استاپ شدم رانندش مثلا موزیک خیلی آشغالی داشت گوش میداد یا مثلا راننده میگه آقا من مسافر سوار کردم مسافره همش داشت با تلفن بلند بلند صحبت میکرد خب این اتفاقا رو باید یه مقداری این فرهنگ رو تو خودمون هم حلش بکنیم اگر مثلا من راننده میخوام موزیک بذارم از مسافر بپرسم آقا موزیک بذارم نذارم چه سبکی گوش میدی چیجوری باشه از اون طرف مثلا تو به عنوان مسافر میای میشینی تو ماشین من بهتره مثلا بپرسی آقا من با تلفن اگر صحبت کنم داستانی نیست برای شما ناراحت نمیشی آقا دوست داری در مورد مسائل صحبت بکنیم یا سکوت کنیم من هنسویری بذارم اذیتت میکنه به هر حال این همبستگی این هندلیه هم این فرهنگرم یه جوری باید تو خودمون جا بندازیم اینم یه نکته ای که گفتم به هر حال با همه با همیم دیگه اینم هم خودمون بسازیم حالا اگر پیشنهادی نظری انتقادی تجربه ای در مورد این زمینه هم دارین بنویسید که بتونیم استفاده بکنیم چقدر تو کامنت میخوای بگیری از مخاطب بس دیگه شما هم نظرتون رو بگید خالصه که کامنت بذارید حمایت کنید دمتون گرم لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره که واسه دلگرمی من هر چی دارم از حمایت تک, تک شماست مرسی از همراهیتون کات <تصف>